مرحله بعدی مرحله انفجار هست. در این مرحله شمع جرقه میزنه و اون ماده سوختی آتیش میگیره و در اثر آتیش شوکی که ایجاد میکنه فشار افزایش پیدا خواهد کرد. پس در این مرحله ما داریم، در این مرحله وقتی بیستون به بالاترین نقطه رسید، شمع جرقه زده و بنزین و هوای مخلوط با آن آتش میگیره و طی یک فرایند هم حجم دما و فشار آن بالا میرود. خب ببینید بچه‌ها، ما الان اومدیم مرحله دوم، یعنی مرحله تراکم رو که انجام داده بودیم، رسیدیم به مرحله سوم که مرحله چیه؟ مرحله انفجار. حالا طی مرحله انفجار ما اومدیم فشار و دما رو به شدت بردیم بالا. خب مرحله بعدی چی میشه؟ پیستون بعد از یه شوک شروع میکنه به سمت پایین حرکت کردن. مرحله بعدی رو اصطلاحا بهش میگیم مرحله انجام کار. نکته، از اونجایی که سوخت در داخل سیلندر میسوزد و گرما تولید میکند و از بیرون گرمایی وارد دستگاه میشود، این ماشین ها رو ماشین های درون سوز میگیم. پس اگه یه روزی از ما پرسیدن چرا بهش میگن درون سوز، اولش هم توضیح داده بودیم، چون گرما رو از داخل خودش تولید میکنه، از بیرون از این منبع گرم بیرونی نمیگیره. پس مرحله بعدی مرحله انجام کار هست. در این مرحله پیستون با سرعت به سمت پایین حرکت میکنه و مقداری کار به صورت یک فرایند بیدر رو انجام میده. پس ما داریم در این مرحله در اثر فشار زیاد مخلوط منبسط شده و طی یک فرایند بیدررو پیستون را به طرف پایین میراند و کار انجام میدهد. در این مرحله به خاطر افزایش حجم فشار کم میشود. مرحله آخر مرحله تخلیه. در اینجا وقتی که پیستون به پایین ترین نقطه خودش رسیده بود، شروع میکنه به سمت بالا حرکت کردن. دریچه خروج یعنی اگزوز باز میشه و مواد نسوخته، آلاینده ها و دود حاصل از طریق اگزوز خارج خواهد شد. این مرحله رو بهش میگیم مرحله تخلیه که داریم. در این مرحله ابتدا حالتی که پیستون در پایین ترین حالت خود قرار دارد، دریچه خروجی باز شده، مقداری از محصولات اعتراق از دریچه خارج شده و فشار کاهش پیدا کرده و فشار جو میرسد. سپس پیستون به طرف بالا حرکت کرده و گرما، دود و مواد آلاینده را از طریق اگزوز به فضای بیرون منتقل میکند. پس اینم شد مرحله تخلیه. حالا مجدداً سیلندر و پیستون ما آماده دریافت مواد سوختی و اکسیژن جدید است تا چرخه های تکراری بعدی رو انجام بده و این ماشین مدام کار کنه. اما برای اتومبیل ها یا ماشین ها ما یه چرخه رو تعریف میکنیم به نام چرخه اتو. همون مراحلی رو که در واقع یک ماشین بنزینی طی می‌کرد، ما میتونیم روی نمودار پیوی اون رو نمایش بدیم. پس دقت داشته باشید، نحوه عمل کرده یک ماشین درون‌سوز بنزینی را میتوان با فرض مجموعه ای از شرایط به طور تقریبی بیان کرد و بر اساس آن چرخه پیوی آن را موسوم به چرخه اتو رسم کرد. این چرخه چجوری عمل میکنه رو میخوایم مورد بررسی قرار بدیم. مرحله اول باید فرضهایی رو در نظر بگیریم. این فرضها چیا هستن؟ اولین فرضی که باید توجه داشته باشیم اینه که قرار هست بنزینی که جایگزین میشه از نظر اندازه و حجم مثل بنزین چرخه قبلی باشه. یعنی ما پیش خودمون تصور کنیم اصلا چرخه ما از بین نرفته، اومده سر جای اولش، دو مرتبه داره تکرار میشه. پس ببینید، دستگاه مخلوط بنزین و هوا همواره یک گاز کامل فرض میشه. یعنی ما اولین فرضمون اینه. فرض دوم تمام فرایندها آرمانی هستن. فرض سوم مرحله تخلیه گاز رخ نمیدهد. یعنی چی؟ یعنی ما فرض رو برای میذاریم اون قسمتی که ما مواد سوزوندیم انگار نریختیمشون دور، جایگزینشون کردیم. یعنی عین همون رو دو مرتبه داریم و این چرخه رو ادامه میدیم. پس به عبارت ساده تر ما میتونیم بگیم مرحله تخلیه گاز رخ نمیدهد و گاز در داخل سیلندر باقی میماند و با از دست دادن گرما، فشار و دمای آن کاهش مییابد. حالا آماده فرآیند جدیده. ولی باور کنید یه دروغ بزرگه. یعنی ما عملا اونو دور می‌ریزیم، ولی جایگزینی که انجام میدیم مثل قبله. حالا میتونیم فرض کنیم که انگار اونو دور نریختیم، دو مرتبه داریم از اول ازش چیکار میکنیم، استفاده میکنیم. خب اینم یه فرضیه دیگه، شما خودتون قضاوت کنید. مرحله یک تا دو یا مرحله تراکم. ببینید بچه‌ها، در این مرحله در واقع مقداری از مواد سوختی و اکسیژن که وارد سیلندر شده بودن طی یک فرایند بیدررو متراکم میشن و در اثر این تراکم هم حجمش کاهش پیدا میکنه هم فشارش. پس مرحله اول چرخه ما مشخص شد. مرحله دوم چه اتفاقی میفته؟ مرحله اعتراق. اینجا در اثر انفجاری که صورت میگیره مقداری گرما وارد مجموعه میشه. این گرما باعث میشه طی یک فرایند هم حجم فشار افزایش پیدا کنه. ببینید، اون شوکی گفته بودم اینجا اتفاق میفته. یعنی اون لحظه انفجار پیستون جابجا نمیشه، حجم همون حجم قبلیه، اما حجم کوچیکه.
همین هم باعث میشه فشار بره بالا. ما چه با این فشار نیاز داریم؟ میخوایم قدرت داشته باشه سیلندر ما، وقتی پیستون به سمت عقب حرکت میکنه قادر باشه که اون میلنگ رو با اون چرخ‌ها وصل هستن رو به حرکت در بیاره. پس همین امر باعث میشه فشار افزایش پیدا کنه. پس مرحله دوم مرحله انفجار هست که باعث میشه دما و فشار افزایش پیدا کنه. مرحله بعدی مرحله ایست که اصطلاحا ما بهش میگیم مرحله انجام کار. در این مرحله پیستون با سرعت به سمت عقب حرکت میکنه و طی یک فرایند بیدررو یک کاری برای ما انجام میده. در این فرایند دما و فشار آن کاهش پیدا میکنه، یعنی نمودار ما طی یک فرایند بیدررو طوری میاد پایین که حجم افزایش پیدا میکنه، فشار و دما میاد پایین و میرسه به مرحله ای که در واقع مرحله شد. این مرحله مرحله انجام کار هست که دبلیو ما هم منفی شده. خب مرحله بعدی چی میشه؟ مرحله بعدی مرحله است که اصطلاحا هم بهش میگیم مرحله تخلیه. در این مرحله طبق فرض ما گرما به بیرون میده و طی یک فرایند هم حجم فشار و دماشو میاره پایین و برمیگردونه به حالت اولیه. پس دقت کنید، در این مرحله دستگاه گرمای کیوسی رو از دست میدهد و دما و فشار آن کاهش مییابد. این مرحله معادل مرحله تخلیه است. اون یعنی چی؟ حالا چه اتفاقی افتاده؟ ببینید، وقتی که کار انجام گرفت پیستون به پایین‌ترین نقطه خودش رسیده بود، حالا طی یک فرایندی که اصطلاحا بهش میگیم فرایند هم حجم، ما میایم تمام مواد نسوخته و گرما اینا رو جارو میکردیم میریختیم دور، درسته؟ حالا اینجا میخوایم معادل سازی کنیم، میگیم قرار دستگاه رو دور نریزیم، باشه قبوله. ما میایم طی یک فرایند در واقع هم حجم اون رو برمیگردونیم به حالت اولیه، اما در این مرحله گرما از دست میدیم. خب با از دست دادن گرما در قسمت چگالنده یا تخلیه برمیگرده به حالت اولیه. خب حالا بچه‌ها من از شما یه سوال میپرسم، شما به عنوان یه دانش آموز باهوش اگه به این چرخه نگاه کنی چه برداشتی میکنی؟ من خودش اینو فهمیدم، دیدم یه چرخه‌ای دارم که داره از یه جا گرما میگیره، مقداری کار برای من انجام میده، بقیه‌اش هم اضافه‌شو میریزه دور به عنوان منبع سرد میده بیرون. خب این اقتصادی ماشین بنزینی نیست، تمام ماشین های گرما اینجوری کار میکنن، یعنی تمام ماشین های گرمایی سیستم کارشون به این شکل هست، مقداری گرما میگیرن کار انجام میدن و بقیه رو میریزن بیرون به عنوان گرمای تلف شده. حالا ما در این مرحله بعد میتونیم چیکار کنیم بچه ها؟ برای این قانون درست کنیم، براش فرمول درست کنیم و بیایم بر اساس اون مسئله هاشو حل کنیم. پس دقت داشته باشید، این چرخه اتو رو خوب یاد بگیرید، تو قسمت بعد نیازش داریم.